گزارشی از ایران. قرم قرم قرم. سرنوشت جمهوری اسلامی در خیابان‌ها تعیین می‌شود. مردی سیاه چرده و سپید مو که تسبیحی را در دست می‌چرخاند گفت: همش دنبال خلوتند، اموراتشون تو خلوت میگذره مثل آقاشون، واسه همین دائم از لشگرکشی دم میزنن. توی سوریه لشگرکشی، توی لبنان لشگرکشی، توی خلیج فارس لشگرکشی، توی میدون تهران لشگرکشی، ولی آقا تو خلوت، فرمانده ها تو خلوت، وزرا تو خلوت، سربارها سردارها تو خلوت و و و. قرم قرم قرم. از شیب تند خیابون گیشا سرازیر شدم رو به پایین. ساعت نزدیک 7 شب بود. هرچه چشم به راه تاکسی سرویس شدم نیومد. میدونستم آمدن تاکسی در آن ساعت پر آمده شد به یک شوخی میماند. با این همه زنگ زده بودیم که شاید یه ناشدنی بشود، ولی زهی خامندیشی. تاب نیاوردم و کفش و کلاه که نه، کفش و شال و مانتو کردم. هرچی باشه 7 ماهه به دنیا اومدم. دوستم که در حقیقت میزبانم هم بود و نهار خوشمزه ای را نوشی جانمان کرده بود، پافشاری کرد که یا بمونیم یا اجازه دهیم که همراهیم کند. نپذیرفتم، و چه خوب که نپذیرفتم. به او گفتم هنوز آغاز تاریکی است و این محله هم که ماشالله هزار ماشالله شلوغ و زنده. خیابون رو میرم تا پایین و یک تاکسی دربستی پیدا میکنم و خودم رو میرسونم به خونه. همون گونه که سلانه سلانه میامدم، نخست صدای تیراندازی و سپس سیاهی جمعیتی در نزدیک پارک گیشا توجهمو جلب کرد. تا چشم کار میکرد مأمور پلیس بود و سربازان بدنام امام زمان فراری. ویرم گرفت که تهاتوی قضیه رو در بیارم و بی خودی از کنار این سوژه جالب نگذرم. البته حدسش دشوار نبود که چرا خیابون شلوغه. پیش از این که به اصل ماجرا بپردازم، خوب است نکته ای را بگویم. نمیدانید من هر بار که پای بخش های خبری کشورهای دیگر به ویژه این همسایه ترکمان ترکیه می نشینم، چه با حسرت به خبرهایشان گوش می دهم. نه اینکه اوضاعشان همش گل و بلبل است، بلکه چون روزی نیست مردمشان به گونه ای نشان ندهند که هنوز زنده اند. تا دلتان بخواهد بخش های خبریشان پر از حضور مردم در خیابان برای اعتراض های گوناگون، از گرانی ها گرفته تا بیکاری کارگران و افزایش بدرفتاری با زنان و قتل های خانوادگی آنان، از دستور جمع‌آوری سگ‌ها و گربه‌ها از خیابان و کشتن نامردانه آنها گرفته تا جمع آوری صندلی های کافه قهوه
و چایخانه های خیابانی، از بازداشت یک ژورنالیست تا ممانعت از انتشار یک کتاب و و و آنها به همه چیز اعتراض می کنند. همهشان هم خوب می دانند که باند ثروت‌اندوز رجب اردوغان اسلامگرا به این اعتراض ها توجه چندانی ندارد و برای توجیه اعمالش به آسانی یک سیاستمدار فریبکار واپسگرای هزار دروغ می بافد و کلکش هم نمی گزد که تاریخ چگونه درباره‌اش داوری خواهد کرد. هرچه باشد او هم بر شانه‌های اندکی بیشتر از 50% مردم نادان و خامندیش و کمسواد به اضافه مشتی سرمایه دار ثروت‌اندوز در این کشور سوار هستند و حاضر نیستند نه خر و نه پالانش را از دست بدهند. با این همه آن اندکی کمتر از 50% باقی مانده کوتاه نمی آیند، چون می دانند خاموش ماندن همان و این حداقل آزادی برای اعتراض را هم از دست دادن همان. گمان نکنید که این روباه اسلامگرا از بازداشت و زندانی کردن و حتی کشتن مخالفان بیم دارد. نه، اصلا او هم کم از دیگر دیکتاتورها نیست. دیکتاتوری مذهبی با کروات و کت و شلوارهای غربی، همانی که چه بسا روزی مردم سرزمین ما، اگر ایران زمینی بماند و مردمی، تجربه کنند. باری من همواره خبرهای آن کمتر از 50% مردم ترکیه را با اشتیاق دنبال می کنم و با حسرت به تماشایشان می نشینم، حتی با آن که گاهی سوزش گاز اشکاوری را که پلیس آن کشور به چشمشان می پاشد در چشمهایم احساس می کنم و گاهی هم متحمل درد ضربات باطومی می شوم که بر گرده مخالفان فرود می آید، بیان که در آن سرزمین زندگی کنم. یک شنبه شب در محل گیشا ولی اندکی از این حسرت کاسته شد، چرا که مردمی را دیدم که با تجمع اعتراضی خود به بازداشت چند جوان که لابد با حجاب اعتراضیشان اسلام را به خطر انداخته بودند، چنان وضعیتی را پدید آورده بودند که نیروی انتظامی ناچار شود با گله مأموران بزن بزن و بکش بکش در صحنه حاضر شود. شلیک تیر هوایی، چرخاندن باتوم، عربده های مستانه و فحاشی چماغداران اسلام، همهش برای چند هوی بود که مردم سر داده بودند. چند هو و این همه گرگ و گراز. به قول یکی از مغازه‌دارای حاشیه خیابان که در جلوی مغازه به تماشا ایستاده بود، بنازم قدرت هو را، اینا که از چند هو پوشک لازم میشن، روزی که مردم چماغ بردارن چه خاکی به سرشون میریزن؟
گفتم مردم چماغو بردارن، انتخاب و آوردن خاکش با من. پرسجو کردم که داستان چیه. از پاسخها دریافتم که حدسم درست بوده. مامورها از عصر همان روز در داخل پاساژ گیشا موی دماغ جوانها شده و پس از بگومگو و بازداشت چند نفر، صدای اعتراض بقیه و به ویژه مغازه‌دارها را هم درآوردند. یکی از تماشاچیان صحنه که نفهمیدم چه کار است میگفت میخوان اخاذی کنن، منکراتو بهونه میکنن که سیبیلشون چرب بشه. میدونن مردم هر وقت ماشین گشت ارشاد رو کنار یک پاساژ یا مرکز خرید ببینن اصلا از خیر خرید میگذرند. اینه که با ون میان تا مشتری ها رو فراری بدن و مغازه‌دارا رو وادار کنن که به تلکهشان تن در بدن، تهدید کردن که میخوان مغازه ها رو پلم کنن. به عبارت دیگر داستانی شبیه همان داستان، نسق‌گیری ها در فیلم فارسی های خودمان، بیرون آوردن تیزی، چرخوندن دستمال یزدی و نفسکش طلبیدن برای مای تیله جاهل منشانه. زنی می گفت راست میگه، همش گلنج اسکناسه، باجگیریه، وگرنه 3 ماه آزگار از یک مواد فروش زورگیر توی همین منطقه به کلانتری و دادسرا شکایت کردیم. با بچه های همسایه درگیر شد و با پاراجور زد تو سرشون. همه همسایه ها به ستو اومدن، استشهادیه جمع کردیم، حکم گرفتیم، ولی کلانتری میگه نمیتونم بازداشتش کنم. چرن میگه خود این پایگاه ها لونه فساده، دستشون توی دست همه. و زنی مصدتر که همراهش بود ضمن نشان دادن مأموران کلاهخوددار افزود اینا از نسل آقا محمد خانند، مردیشون وقتیه که چند تا بشن، وگرنه یکیشونو که گیر مردم میفته مثل یک بچه گربه مرنو میکشه. یکی نیست بگی آخه خاک تو سرا، دلار 3000 تومن قدر بندی داره، از این مردم نمیترسیم؟ واسه چی نون کاسه با آجر میکنین؟ چی کار کنن این بدبختا؟ از دیوار مردم برن بالا؟ اومدن واسه یه لقمه نون بذارین کاسبیشونو بکنن؟ این جنگولک بازی ها واسه چیه؟ والا به حضرت عباس مردم به ستو اومدن، آخرش میزنن و پدر صاحب بچتونو در میارن. ها با خودم گفتم صاحب بچه اینا کیه؟ سیدعلی؟ 2 نفر از سربازان بدنام امام زمان نزدیک شدند و گفتند جمع نشین، جمع نشین، برید خلوت کنید. مردی سیاه چرده و سپید مو که تسبیحی را در دست میچرخاند گفت همش دنبال خلوتی هن، اموراتشون تو خلوت میگذره مثل آقاشون، واسه همین دائم از لشکرکشی دم میزنن. توی سوریه لشکرکشی، توی لبنان لشکرکشی، توی خلیج فارس لشکرکشی،
تو تهران لشگرکشی، ولی آقا تو خلوت، فرمانده ها تو خلوت، وزرا تو خلوت، سربارها سردارها تو خلوت، و و و نفسی تازه کرد و افسود: اما خودمونیم، حریفشون اینجا خیلی پرزوره، نه ناو داره، نه موشک‌انداز، چالاخمو رو میذاره بیرون و یک گردان آدم رو میکشه اینجا. فکرشو کن اگر همین الان توی میدون ولیعصر هم چند لاخمو پریده بود بیرون، توی صادقیه هم همینجور، توی فلکه تهران پارس هم همینجور، اینا چجوری میتونستن گرداناشونو توی شهر پراکنده کنن و واسه سرکوب چالاخمو؟ دیلاق نرقول دراز، نرقول قد دراز کرده این شطور، اون وقت زورش به بچه ها میرسه، همه رو آسی کردن، حالیشون نیست، دیگ جوش اومده، نمیدونن این هو کردن اول قرم قرمه. زنی آلامود که کنار من ایستاده بود گفت: گرونی پدر همه رو در آورده، سکه شده. پیرمرد نگذاشت ادامه بده و گفت: اونایی که بازی طلا و سکه رو علم کردن خوب حواسشون جمعه، میدونن شکم گرسنه دین و ایمون نداره، میدونن کارت که به استخون برسه خلق یک ساق هم میبنده پی این قرم قرم ها و کار رو تموم میکنه. گفتم: ببینیم و تعریف کنیم. گفت: میبینی؟ گفتم: شاید، البته اگر این ملت بتونه از سر سفره‌های نظری و کجباوری‌ها پاشه. و دور شدم. نویسنده: ایران دخت دلاگاه. منبع: پارس دیلی نیوز. به امید آگاهی و آزادی ایرانیان. پاینده: ایران و ایرانی.